در این برنامه موسیقی بی بی سی خوشبختانه نیستون فارسی برای انسان نترسه من چی میگم بیشتر قیافه وحشت زدن ولی خوشبختانه شهاب با ما آشناست شهاب تیام در این برنامه ویژه از سال 82 تا 98 خواهش من که لبا و چشاها نگاه تو مخی بیای با لبخند آب میشه تو دلم خند نمیشه از تو دل کند نمیشه دل کند تا میشه از شلومن میگم ببین کی اومد ما رو دونسته قابل یه دل از صده همه عاشقتم همه میدونن همه میدونن من که لبا و چشم و نگاه تو گردی اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه من که لبا و چشم و نگاه تو گردی اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه چه چه حالی دارم توی کنارم گفتنی ها فرابون میشنوم از دل و جون حرفای تو شیرینه به دل میشینه من که لبا و چشام و نگاه تو گردی اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه من که لبا و چشام و نگاه تو گردی اون صورت ما تو به همه دنیا روزای ابری از من نم نم برون از تو شونه به شونه از من چطر خیابون از تو هوا هوای عشقه هوای با تو بودن چه خوب و شاران است وقتی همه میدونن همه میدونن عاشقت هم من همه میدونن عاشقت هم من من که لبا و چشام و نگاه تو گردی اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه من که لبا و چشام و نگاه تو گردی اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه من که لبا و چشام و نگاه تو گردی اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه من که لبا و چشام و نگاه تو گردی اون صورت ما تو به همه دنیا نمیدم نه بسیار زیبا بسیار عالی Thank you very much آهنگ من و تو رو شنیدیم آهنگ بعدی بی بی سی خیلی خوشحال میبیند آقا برمونت منم همینطور شهاب از سال 82 تا امسال چی شد؟ چرا شد؟ اگه بگم بخوام حرفه حساب بکنیم 13 سال آهنگ دختر کابلی همون سال 82 بوده نه سال 2005 بود اومد 2005 چقدر چی میشه به 84 میشه آلبوم خیلی طول کشید تمام بشه آلبوم اول اگه بخواد با اون سالا بخواد حساب بکنی خب بیشتر میشه ولی از همون ریلیس آلبوم اگه حساب بکنی تا همیشه 13 است اتفاقا آهنگ دختر کابلی تو دهن همه افتاده بود یه آهنگ خیلی شادی بود که خیلی داستان جالبی بود موفق ترین آهنگام بود واسه اینکه نخوندی من گفتم بیا بخون تو رو گفتی نه همه الان خبرات بخون یه خورو بخون اصلا مهم دفتر خوشم نمیتونه بخونی یا شخص جمله شو اسم آلبوم اولت 1 و واقعا یک و اونم یه مقدار جالبه چون مسیر زندگی تو رو هم عوض کرد هم نکرد چون تو مهندس هستی در آمریکا اونم در پایتخت کالیفرنیا که ساکرامنتو نه لس آنجلس شهر فولسون
آره اونجا هستی، یکی از معروف ترین زندان‌های آمریکا. اون چه گوشه بدین میگه حالا شر قسمت بشه کنار خانه زندان کمپانی اینتل هم هست که من توش شغل کارم میکنم. تو بغل زندان اینتل زدم تو امنه برای اینکه جرئت نمیکنه کار خلاف بکنی. و ولی مسیر زندگی تو چه اتفاقی تو خوانندگی چقدر مسیر زندگی تو عوض کرد اون روزها؟ مسیر زندگیمو عوض کرد، ولی خب در یه اتفاقی که افتاد، خب من مهندسیمو داشتم، دو تا زندگی مختلف دارم. اون زندگی که مهندسی میکنی و خیلی به قول معروف حرفه‌ای نظره بخوای، خب سیلیکون ولی خیلی حرفه‌ایه، خیلی پرشر، خیلی فشار روی زیاده. از طرف هم موسیقیه که خب اون فشار از روم بر میداره، فشار خب دیگه نه اینکه این موسیقی فشار نداشته باشه، ولی خب همدیگر رو خونسا میکنن. خب الان ما روزهایی داریم این برنامه رو ضبط میکنیم و بعدا پخش میکنیم که هم تولدت بوده، هم اخیرا هم بگم چی کادو آوردی؟ آره بگو اتفاق، چون کادو بسیار خوبه. به ازاد اومده برای من، اومده یه دونه بگ انقدر آورده نه بزرگتر بود انقدر بود، بعد بگر آورده شاب تولدت مبارکی رو به من داده رفت. میگه نه وزنش وزن پر بود، میکنم کسی خالی آورده واسه من، بازش کردن سکه آزادی بود، هفتش لو هم پیچیده بوده. یا که میگم ناخونگیر برای من آورده، کادو تولد ناخونگیر از طرف بهزاد. این خیلی کادو تولد خورس آقایونه، ناخونگیر بشگی تولدت بود. خوشبختانه دو سال ما همدیگر میبینی، ولی امسال سال دیگه هم بود، ازدواج هم کردیم. خب خیلی دیگه زندگی رو عوض میکنه برات. آره هم نه، خب 10 سال بود که من توی رابطه بودم و بعد از 10 سال دیگه وقتشه علنی شد یه جورایی دیگه. آره اینجوری باید بگی. ولی علنی برای ما نشد، ما رو دعوت نکرد، ولی فکر کنم پرویز حتما دعوت کرد. دعوت جدی میگی؟ بچه شما دعوت نکردم، من بس برندشم. آره آندره درست که با هم درست وقتی فهمیدن تکستا هر روز می اومد. آقا تو ازدواج کردی ما تازه فهمیدیم. یعنی تو ذوقش زهیر پشیمون شد. نه برام خیلی مبارک باشه، خیلی مبارک باشه. تو عروسی خود خوندی حالا؟ آره جدی. یه دونه آهنگ. کدوم آهنگ بودش؟ آهنگ روان پریش. چطور شد این آهنگ انتخاب کرده بود برای عروسی؟ این آهنگ نه خیلی دوستش داشتم، آهنگ احساسی بود، احساس کردم که خیلی میگنجه تو اون فضا. که برای ما اجرا میکنی با پنجه های توانای پرویز و پنجه های توانای دیگری که برای ما مینوازن. بچه ها خیلی متشکرم. شهاب تیام ادامه میدهد، من میرم این پشت شاوری گوش میدم. تو فکرمی که ساکتم، چند وقته که با عکستم تو رابطم، نزدیکمه دیوونگی، حرف منه هرچی بگی، چشات چی خواستم از این زندگی، این روزا بهتر از همیشم، دل واپس چیزی نمیشم، تو عشق تو روان پریشم، تا بیشه پیشم باش، هر دفعه اسم تو میگارم، زیر و رو میشه روزگارم، تا میتونی تنها نزانم، دارو ندارم باش، این روزا بهتر از همیشم، دل با پس چیزی نمیشم، تو عشق تو روان پریشم، تا میشه پیشم باش، هر دفعه اسم تو میانم، زیر و رو میشه روزگارم، تا میتونی تنها نزانم، دارو ندارم باش. فکرمی تا یادمه، تنهام نذار فرصت کمه، چه
چشمای تو خوشبختیه یه آدمه، غیر از خودم کی حاضره تا آخره قصه بره، بی وحشت از تنها شدن با خاطره، این روزا بهتر از همیشم، دل با پس چیزی نمیشم، تو عشق تو روان پریشم، تا میشه پیشم باش، هر دفعه اسم تو میارم زیر و رو میشه روزگارم، تا میتونی تنها نذارم دار و ندارم باش، این روزا بهتر از همیشم، دل با پس چیزی نمیشم، تو عشق تو روان پریشم، تا میشه پیشم باش، هر دفعه اسم تو میارم زیر و رو میشه روزگارم، تا میتونی تنها نذارم دار و ندارم باش، سپاس 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 خانم نایف شما. آخ آهنگ بسیار زیباییه. قربونت برم، مرسی مرسی. یکی از آهنگ مورد علاقه خودم، خیلی قشنگه. آهنگ اکتبر 2017 اومد بیرون. آه یعنی اینا رو تو بعد من میگم 2017 تو 96 96 از کجا؟ من فورس سر بعد ما ماشین حساب دارم. ایشون تمام عیدا رو میره میزنه میده. 96 من رفتم 96 میلادی دوره نگاه کردم. دنیای آینده موسیقی در چهار لحن این روزها در چهار لحن هستی؟ در آلبوم بعدی دارم ضبط میکنم، شروع کردم انتخاب کارا هستش. حتی کار خودم درست کردم. تنظیم رو شروع کردیم، داریم انجام میدیم. یه سبک متفاوت‌تر دوباره شروع کردم. خب میدونه آلبوم ثانیه ها اومد بیرون. آلبوم پارسال می اومد بیرون. درست. یعنی اردیبهشت بزن جا واسه که فقط کانورت کنه سر. من استخدام میتونی بکنی، خواستی جای دیگه هم ببریم بزنی میزنم بزنی چی میشون چیز که با تصویر صورت. بعد نسبت به آلبوم قبلم خب خیلی تفاوت زیاد بود توی کارام، یک سبک جدیدی رو انتخاب کردم و خیلی موفق بود برام. و این بار باز با آلبوم جدید دارم با سبکای دیگه دارم تجربه میکنم که تا حالا نکردم و فکر میکنم هم که 100% مطمئنم که خوب میشه بدون شک. بچه‌ها حالا میخوام چیزی بگم بیونتون به هم نخوره، شما تو تنظیمات بعدی هستی پرویز؟ 100% هست. یعنی اگر نبود از الان تو میگی بدون شک خواهم بود. بدون شک واقعا هست پرویز بعضی. شما به هر کارش کرده واقعا یکی از بهترین موزیشن هایی که من تا حالا تو لایو باش کار کردم و واقعا کارش حرف نداره، واقعا کارش استاد وارده و کارش و باز واقعا با افتخار من که دارم باش کار میکنم. برای من اصلا افتخار، اصلا نگاه میکنیم به شما. بچه ها شما هم خوبی نه چیز نشید. ببین تمام بچه هایی که اینجا میبینین من یکی از یکی بهتر. فریدون چند ساله؟ 12-13 ساله با فریدون من دارم کار میکنم. فیلیپ حدود 10 ساله فکر کنم. اون خانومه آندره 12 ساله. بیس پلیرمون تازه شروع کرده با هم دیگه، ولی خب یه خانواده این با من اسرائیلیه. آن اسرائیلی هست شلو. آلبومت فهمی کی بیاد؟ آلبوم فکر کنم تا یک سال دیگه تمام میشه. تازه شروع کردم، آهنگارو انتخاب کردیم، پروسه تنظیم داره شروع میشه. چند تا آهنگ خواهد بود؟ 8 تا. اسم آلبوم؟ هنوز انتخاب نکردم. بهها ما بیقراریم برای این آلبوم و بیقراریم برای شنیدن آهنگ بیقرار. آماده هستیم برای اجرای این آهنگ زیبا. بعدش هم دیگه تو آهنگا رو معرفی کن، من دیگه آخر سر میام. اوکی باشه. من میرم جو گوش میکنم ولی میبینم تو. سپاس شعب تیام. اگه عاشقم باشی، اگه پا پس نکشی، با تو دنیامو میسازم،
دستمون تو دست هم، تو میشی مال خودم، من به داشتنت مینازم. تو همونی که هنوز نگرانم که یه روز شب من بی تو سحر شه. تو که عشقی نفسی، کاش به دادم برسی تا که این فاصله سحر شه. بیقراره، آروم نداره دلم، نمیدونه تازه این اول کار دلم. تو که میشناسی من احساسی، نمیتون عشق تو کنار بذاره دلم. بیقراره، آروم نداره دلم، نمیدونه تازه این اول کار دلم. تو که میشناسی من احساسی، نمیتون عشق تو کنار بذاره دلم. سراغمو بگیری با همین یه دل خوشی، داری بیرون میکشی منو از این گوشه گیری. بگو وقت داری برام، بگو دوست داری بیام، تا تموم لحظه ها باشی کنارم. دیگه بس انتظار، دلمو تنها نذار، تو نباشی دیگه زندگی بیقراره. نمیدونه تازه این اول کار دلم. تو که میشناسی من احساسی، نمیتون عشق تو کنار بذار دلم. بیقراره، آروم نداره دلم، نمیدونه تازه این اول کار دلم. تو که میشناسی من احساسی، نمیتون عشق تو کنار بذار آهنگی میخوام براتون بخونم به نام جونم واسط بگیر و کراس. این آهنگم مال سال 2012 بود اگه یادم باشه، نه سال 91. و این آهنگ اینم آهنگم از ساختای خودمه. من آهنگا رو معمولا توی ماشین که دارم رانندگی میکنم بیشتر ملودی میرم توی اون محدوده اون فضای خودم میام. و فقط هم ملودی بود اول، یعنی شعر نداشت، مر نوشته بودم واسش که فرستادم به دوست خوبم مجید زاکری از ترانه سرای خوبمونه، براش فرستادم برام ترانش رو نوشت. و این هم یکی از کارهای موفقم بود که یه مقدار نسبت به 6 8 تایی که اجرا کرده بودم، به خاطر اینکه رو پرده داره توش، یه مقدار متفاوت تر شد و کار خیلی موفقی هم بود. بریم بزنیمش. چشم عاشقم شک نکنن اوزم، شبیه سابقم شک نکنن اوزم. میلرزه زانو وقتی که بخوام من کنارت را بیام، این منم که مستم و سو خراب تو. دوست دارم بدونم چیه جواب تو، دوست دارم بدونم تو با من هستی یا اشتباه گرفتم تو رو با اون چشا. وقتی تو چشان زل زدم نشستم، حس میکنم تو دنیای دیگه هستم. منم دوست ندارم کس دیگه رو ببینم، روی هر چشی چشامو بستم. جونم واسه بگه بگه رو کراس، تو رو میخوام ده جورای خاص. میخوام بگم بسا بگم نشیبی احساس. جونم واسه بگه بگه رو کراس، تو رو میخوام یه جورای خاص. میخوام بگم بسا بگم نشیبی احساس.
چشم عاشقم، شک نکن هنوزم شبیه سابقم، شک نکن هنوزم میلرزه زانو وقتی که بخوام من کنارت را بیام. جون من واسه بگه بگه رو کراس تو رو میخوام یه جورای خاص، میخوام بگم بسو بگم عشیبی اصفاد. جون من واسه بگه بگه رو کراس تو رو میخوام یه جورای خاص، میخوام بگم بسو بگم عشیبی آخرین آهنگی که میخوام براتون اجرا بکنم کار سوء تفاهم هستش، یکی از ساختهای خودم رو باز. این آهنگم بر دوران خودش تجربه جدید واسه من بود و این آهنگ میتونم بگم منو برد یه شاخه دیگه، یعنی تونستم باهاش تجربه جدیدتری، تازه فهمیدم که میتونم چه کارهای دیگه اجرا بکنم. یعنی برای من آغازی بود برای یه چپتر دیگه از یه فصل دیگه از زندگی موسیقی. میریم گوش میکنیم میزنیمش ما هم دیگه. سوء تفاهم شده باور کن، دوستان اینو به تو میگن، چون چند روز چشمای تو غمگینه، حتی نگاه‌های تو سنگینه. ساکت و سردی نمیگی چیزی، توی دلت حرفاتو میریزی. کمی نگاه تو مهربون تر کن، سوء تفاهم شده باور کن. آره سوء تفاهم پیش میاد، ولی نه این همه تنخوزی تو، باید تنها بمونی با خودت، میده تنهایی یارامش بده. آره سوء تفاهم پیش میاد، ولی نه این همه تنخوزی تو، باید تنها بمونی با خودت، میده تنهایی یارامش بده. صد خوبه
سوء تفاهم پیش میاد، ولی نه این همه تنخوزی تو باید تنها بمونی با خود، میده تنهایی آرامش بده. آره سوء تفاهم پیش میاد، ولی نه این همه تنخوزی تو باید تنها بمونی با خود، میده تنهایی آرامش بده. سپاس 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 هرالی بود اصلا من برای من زدن خیلی مشکل دیگه ول نمی‌کنم دیگه چون مخصوصا به آندره گفته یواش بزن بهشون همینطوری که حسابی خالی شد. خیلی متشکرم بچه ها، امید سپاس و سپاس برمونت از این مرسی خوشحال شدم. ببینیمت بازم اشاره دفعه بعد خانوادتون سه نفر بشه به جای دو نفری که هستین. شهاب تیام به دود تا برنامه بعد.